در فراق روی آن معشوق جان ما حذر با عشق او می ساختیم، در نثار عشق جان افزای او قالب از جان هر زمان پرداختیم. حضرت مولانا سخن از صمیمیت، عشق و افزایش محبت و شور و اشتیاق بین زوجین هست. زوجین چطوری میتونن از روزمرگی خلاص بشن؟ خب بعد از مدتی که از ازدواج زوجین میگذره ممکنه که اون شور و شوق اولیه کاهش پیدا بکنه و ما دیگه اون شور و شوق اولیه رو نداشته باشیم و این به خاطر کاهش هورمون‌هایی مثل دوپامین در خون انسان کاملا طبیعی. هورمون عشق بعد از مدتی کاهش پیدا میکنه در خون ما و ممکنه که اون شور اشتیاق رو کم بکنه. اما آیا میشه این شور و شوق رو در زندگی تقویت کرد و زندگی رو از حالت رابطه، از حالت روزمرگی خارج کرد؟ بله، پاسخش کاملا مثبت هست. میشه این کار رو کرد. چگونه میشه این کار رو انجام داد؟ مثلثی که یک مثلث عشقی که یکی از روانشناسان توضیح میده، میگه که مثلث عشقی اشترنبرگ یا استرنبرگ از دانشگاه وین هست، سه بُعد رو ذکر میکنه. بُعد اول صمیمیت و رفاقت بین زوجینه. بُعد دوم پشن ان رومانس، یعنی شور و شوق زندگی و اون هیجانی که در رابطه بین زوجین هست. و سوم کامیتمنت، تعهد و تصمیم گیری که زوجی تصمیم میگیرن برای همیشه فور ایور برای هم بمونن. خب پس شما میبینید که سه زل داره یک رابطه عاشقانه: صمیمیت و رفاقت که شما با هم ندارید، رفیقید، دوستید، حرفاتونو به هم میگید، همدلید، رازهاتونو آشکار میکنید برای هم، خود فاش‌سازی میکنید. بُعد دوم اون شور و پشن و اشتیاقیه که بین زوجین هست، یعنی اون شور و شوقی که بین زن و شوهر هست. این وقتی کاهش پیدا بکنه احتمال خیانت هم بیشتر میشه و ممکنه که سایر ابعاد هم لطمه ببینه. هر بُعدی از این سه بُعد که حالا مثلثش هم براتون میفرستم ببینید در گروه. پس این بُعد پشن رو میشه افزایش داد، یعنی شور و شوق و اشتیاق و اون در واقع رفتارهای رمانتیک رو میشه در بین زوجین افزایش داد. چطوری میشه این کار رو کرد؟ من تو این زمینه مقاله ای نوشتم، اون جلسه براتون فرستادم، دوباره براتون ارسال میکنم، میذارم که گروه که مشاهده بفرمایید. با این روش ها و دو تا فایل دیگه هم هست، خب اون هم انگلیسیه، 101 روش رمانتیکه، یعنی 202 روش میشه به علاوه اون مقاله که خودم نوشتم. مطالعه بکنید، میتونید زندگیتون رو از این روزمرگی خارج بکنید و میزان صمیمیتتون رو افزایش بدید. اون چیزی که دستور اصلیه اینه که شما باید کارهایی انجام بدید که بدی باشه، تازه باشه، نو باشه، یعنی فرق بکنه با همه کارهایی که قبلا انجام میدادید، متفاوت باشه. این هم در واقع تحقیقاتیه که آزوبل یکی از روانشناسان انجام داده. دو نوع حالت رو میگه، میگه شمول اشتقاقی، شمول همبستگی که حالا خیلی تخصصی میشه، نمیشه خیلی توضیح داد اینجا، ولی بحث اینه که ما چیزهایی رو که نوع جدیده، عجیب و غریبه، تو ذهنمون میمونه. مثلا شما یه مسافرتی میرید، خب تو چاله چوله خیلی میفتید، اما اگه یه مانعی جلوتون باشه از این ساندویچایی که تو جاده ها خیابونا میذارن، خیلی مثلا بلند باشه، شما نبینید، یهو برید بالا بخورید زمین، ته ماشین جرقه بزنه، اون هیچ وقت از یادتون نمیره، چون با همه چاله چوله ها فرق میکرد. خب یا مثلا تو جاده دارید میرید، تمام پیچ ها رو رد میکنید، اما یه پیچ کله قوچی هستش که راننده یه ذره ناشی باشه ماشین عقب عقب میاد،
اونجا شما کنترل میکنید، یه هیجان خاصی دست میده، اونو هیچ وقت یادتون نمیره. متوجه شدید چی گفتم؟ پس کارهایی باید تو زندگیتون بکنید که نو، جدید، تازه و عجیب و غریب باشه. خب اینا رو تو این سه تا فایلی که براتون خواهم فرستاد میتونید مطالعه کنید. اگه کسی زبانش خوبه اینا رو ترجمه کنه بذاره تو گروه، بقیه هم استفاده کنن. آری از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند.